دیدبان حقوق بشر از دستور عمل تازه سنی های تونروی طالبان درباره محدودیت سفر زنان انتقاد کرده و آن را زندانی کردن زنان خوانده است. طبق این دستور عمل زنان در مسافرت نیاز به محرم دارند و باید آنگونه که طالبان خواهان آن است هجاب خود را رعایت کنند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. افغانستان پس از سالها جنگ و خونریزی در حال آماده سازی خود برای آغاز بازسازی بود که سنی های تندرو طالبان مجددا بر آن مسلط شده و در حال محکم سازی پایه های آنچه امارت اسلامی مینامند هستند. در این راه آنها دستورالعملی را درباره تردد زنان صادر کردند که نشان دهنده تفکرات افراطی سنی های تندرو طالبان است. هدربار معاون مدیر حقوق زنان دیدبان حقوق بشر به آژانس خبری فرانسه گفته این قانون جدید اساساً پیشتر در جهت زندانی کردن زنان است و افزود این محدودیت فرصت های زنان را از بین برده و آنها دیگر نمی توانند به شهر دیگری سفر کنند یا تجارت کنند یا بتوانند به صورت مواجه با خشونت در خانه فرار کنند در این دستورالعمل همچنین به رانندگان وسایل نقلیه عمومی گفته شده از شنیدن موسیقی و سوار کردن زنانی که طالبان آنها را بیهجاب می دانند خودداری کنند. این نامه در میان کاربران شبکه های اجتماعی دست به دست شده و اعتراضاتی را در پی داشته است. سبقت الله احمدی سخنگوی مخالفان طالبان به رهبری احمد مسعود در واکنش به این دستورالعمل طالبان گفت که افغانستان کشور زنان بیوه و گرستگان است. زنان بیوه و بی است که برای تأمین خانواده خود در مسافت های طولانی به سر کار می روند. محرم شرعی از کجا پیدا کنند؟ وی گفته که طالبان به جای ایجاد شغل و سیر کردن شکم مردم تصمیماتی میگیرد که جز ایجاد مشکل نتیجهی برای مردم ندارد. تعدادی از مردم نیز در شبکه های اجتماعی با انتقاد از دستور جدید طالبان درباره زنان از طالبان خواستند به جای سخت گیری های بیمورد زمینه رفع مشکلات مردم و به ویژه زنان در جامعه را فراهم کنند. همچنین شماری از رانندگان تاکسی در کابل با اعتراض به دستورالعمل جدید سنی های تندرو طالبان گفتند که بسیاری از زنان بدون سرپرست مجبورند برای پیدا کردن لقمه اینان برای خانواده خود به تنهایی سفر کنند. این افراد افزودند که عناصر طالبان در روزهای گذشته تعدادی از رانندگان تاکسی را به دلیل سوار کردن زنانی که این عناصر آنها را بد هجاب میدانستند مورد ضرب و شتم قرار دادند سنیهای تندرو طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در عواسط اوت محدودیت های متعددی را به ویژه در زمینه تحصیل و کار برای زنان و دختران ایجاد کردند اما این نخستین بار است که به صورت کاملا روشن به مانند دوره قبلی حکومتشان در سالهای 1996 تا 2001 در نحوه سفرهای زنان تغییر ایجاد کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با انتقاد از محدودیت های ایجاد شده برای زنان افغانستان گفت ما هر روز بیشتر متوجه می شویم که طالبان واقعا چه کسانی هستند. نظریات آنها درباره حقوق زنان چیست؟ و این واقعا یک تصویر بسیار بسیار تاریک است.